خب در این قسمت ما شما مثال های دیگه ای را به خاطر ورودی و خروجی کار میکنیم، مگر برنامه بنویسید که با استفاده شاید دایره مساحت آن را دریافت نموده و در خروجی نشان بده. قبلا ما شما محیط دایره را پیدا کردیم، ولی حالا میاییم با استفاده از پروگرام شعای دایره را میگیریم و مساحت دایره را پیدا میکنیم. در اینجا هم ما شما نیاز به پای داریم، به خاطر پای در اینجا تعریف شده هست، دیفاین هست، و بعد چیزهای دیگه ای را که ما شما ذره داریم، یک شعاع هست و یک هم مساحت هم ما شما باید معرفی کنیم. میشه اینا را هر دوی از اینا را به دبل معرفی کنیم که دبل شعار آر نام بگذاریم و همچنان کاما بتیم مساحت ایریا نام بگذاریم و هر دوی از اینا همزمان معرفی کنیم. بعد دیتایی را که ما شما ذره داریم از بیرون بگیریم آر هست یا شعاع هست، به خاطر یوزر میگیم که چیکار کن برای ما قیمت شعاع را بده. Please enter the radius number. And خب قیمت شعاع را گرفتیم. وقتی قیمت شعاع را گرفتیم، استپ بعدی است که ما شما پروسیس خود انجام بدیم. برای انجام دادن پروسیس ما شما چیکار میکنیم؟ ایریا را پیدا میکنیم. میگیم ایریا مساوی میشه به پای آر مربع. وقتی پای هست ما قیمت پای نوشته میکنیم ضرب در آر ضرب در آر، یعنی آر مربع رو ما نوشته میکنیم که آر ضرب در آر، در این مشخص باید نوشته کنیم. ببینین ما اگر احیانا بیاییم مثل ریاضی رو فکر کنیم که مثلا در ریاضی اگر ما دو عدد پالوی هم نوشته میکنیم فرض میکنیم این ضرب هست، ولی در اینجا او کار نمیشه. خب به او خاطر ما باید مشخصا علامت ضرب در اینجا بگذاریم. خب ای ایریای ما شما پیدا میشه و بعد ما شما میریم در آوتپوت ایریای خود برای یوزران نشان میدیم. میگیم که این دفعه نشته میکنیم The area of a circle with radius، نشان میدیم که با کدام radius. اگر ما بخوایم در داخل یک آوتپوت هم یک متحول نشان بدیم، در اون صورت radius دوباره در اینجا هم نشان میدیم که این رقمی نشته تا کنه که the area of a circle with radius مثلا هم قیمت radius بگیره، مثلا اگر 10 هست نوشته کنه که مساحت دایره با شعای 10 عبارت از اینی هست. radius is area و همچنان ما شما end میکنیم. ببینید در این قسمت در این دستور اگر شما توجه کنین در اینجا ما چند دیتا داریم، به او خاطر تکرار دیتا ها هست و یک قسمت از این دیتا ها اینجا string هست داخل double quotation نوشته شده و در اینجا دیتا های عددی داریم، به او خاطر داخل double quotation هم نیست، داخل single quotation هم نیست، و در اینجا is هست که خودش یک string هست داخل double quotation نوشته شده، و دوباره ایریا هست که یک دیتای عددی هست، به خاطر نه داخل دبل کوتیشن نوشته میکنیم و نه هم داخل سینگل کوتیشن نوشته میکنیم. پروگرام بیلت میکنیم see out the area of a circle with radius radius or a خب قیمت radius ما قبلا نگرفتیم، نه این مشکل همی هست. ببینید ما کالکولیشن انجام دادیم ولی قیمت نه آر هست، این قیمتش radius هم نیست آر، ولی به هیچ وجه این آر را هم نگرفتیم ولی کالکولیشن انجام دادیم. حالا اگر دوباره پروگرام ران کنیم، خب میگه please enter the radius، مثلا ما شعای 5 میتون بارش میگه the area of a circle with radius 5، یعنی عدد 5 اینجا پرینت داد ایس چند؟ 78.5375 سایست؟ یک قسمی ما شما معرفی کرده میتونیم. خب روی مثال های دیگه که بریم در این قسمت میگه که برنامه بنویسید که دو عدد تام را از استفاده کننده گرفته مجموعه آن را دریافت نموده و در دوباره با استفاده کننده نشان میدن. خب ما چون مثال های قبلی خود با سی این کار کردیم، یعنی اینپوت از یوزر گرفتیم، دیگه دوباره این کار نمیکنیم چون این مثال کار شده و اینجا طوری بودن که ما اول قسمت سی اینا نداشته باشیم و او دیتا ها را از طریق ذخیره کردن در یک وریبل بگیریم، ولی ما مستقیم از یوزر گرفتیم. شما هر روش کار میکنین، اگر ما بخوایم که
مثلا اینجا بیایم اصلا از یوزر آر نگیریم، این قسمت هم پس میکنیم و این قسمت هم پس میکنیم و شعار مستقیما در اینجا میتیم، مثلا میگیم شعار 4. و بعدی از این هست که هیچ وقتی قابل تغییر نیست، یعنی همیشه اونمو شعار 4 هست. ببینین میگه که the area of a circle with radius 4 is 5.264. و دوباره اگر رن کنین باز همون قیمت، اگر 1000 بار هم شما رن کنین این همون قیمت نشان میده. پس این برنامه یک برنامه دینامیک نیست، یعنی به اساس یک دیتا استاتیک کار میکنه و او خاطر ما همیشه کوشش میکنیم که در پروگرام هایی که در او یک محاسبه ریاضیکی باشه دیتا ها را از طریق یوزرها بگیریم که یوزرها به دلخواه خود دیتا بده و بعد نتیجه را به اساس همون دیتای خود بگیرن. خب مثال دیگه ای که ما در اینجا داریم، میگن که برنامه بنویسین که 3 عدد را صفحه کلید گرفته حاصل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم آن را دریافت نموده روی اسکرین نشان دهد. خب اولی است که 3 عدد هست، ما شما 3 وریبل اینجا داریم سایز و حاصل جمع پیدا میکنیم 4 وریبل، حاصل تفریق پیدا میکنیم 5 وریبل، حاصل ضرب پیدا میکنیم 6 وریبل، حاصل تقسیم پیدا میکنیم 7 وریبل. صحیح؟ خب ما میایم در پروگرام خود 7 وریبل معرفی میکنیم. در اینجا 7 وریبل. قسمت دیفاین اگه پاس میکنین، پاس کنین چون ما دیگه در اینجا ضرورت نداریم. صحیح؟ 7 تا وریبل اینجا معرفی میکنیم. اول وریبل اول میگیم نم 1، نمبر 1. کاما. نم 2، نمبر 2. صحیح؟ نمی 3. خب 3 تا وریبل ما شما در این قسمت معرفی کردیم و حال میاییم وریبل های دیگه را برای حاصل جمع، حاصل تفریق و چی تعریف میکنیم، چون بسیاری وقتا حاصل تقسیم و اینا اشاری میایه، اگر ما شما اینا را دبل معرفی کنیم بد نیست، یعنی دقت بالا را داره، اگر انتجر را معرفی کنیم مشکل نداره. مثلا ما میاییم این انتجر معرفی میکنم، حاصل جمع شه مثلا میگیریم که 8 نام شه میمانم، حاصل ضرب شه، حاصل جمع شه 8، حاصل تفریق شه 7 و حاصل مثلا ضرب شه میمانم که 2 و حاصل تقسیم شه، خب حاصل ضرب شه دیواید و حاصل ضرب شه مولتی. خب نامای از اینا را ربطی داشته باشه به مکارایی از اینا که چی کار را انجام میتن. ببینید ما 7 تا وریبل معرفی کردم، دیگه ضرورت به معرفی کردن وریبل ها ندارم. قسمت بعدی که ما شما در اینجا کار میکنیم این است که این دیتا ها را از یوزر بگیریم. نم 1، نم 2، نم 3 را ما نداریم، اینا را باید بیاییم از یوزر ها یکی به یکی بگیریم. خب سی اوت میکنم، میگم که پلیز انتر فرست نمبر. اند ال و ای رو سی ان میکنم، در کجا ذخیره میکنم؟ در نمی 1. و بعد دوباره سی اوت میگم که پلیز انتر سکند نمبر. نمبر دومی رو میگیریم، در کجا ذخیره میکنیم؟ در نمی 2. و سومیش باز هم سی اوت میگیم که پلیز انتر ترد نمبر. و این رو میگیریم، در کجا ذخیره میکنیم؟ در نمی 3. خب 3 تا نمبر را که ما شما ضرورت داشتیم که از یوزر بگیریم اینا را گرفتیم و در وریبل های مربوطشان ذخیره کردیم. حالا استپ بعدی است که ما شما بخواهیم که حاصل جمع از اینا را پیدا کنیم. به خاطر پیدا کردن حاصل جمع از اینا نوشته میکنیم که 8 مساوی است به نمی 1 جمع نمی 2 جمع نمی 3. صحیح؟ چون دستور هست سمیکالن یادتان نره. خب بعدی برای سب مساوی میشه به نم 1 جمع نم 2 جمع نم ببخشید تفریق منفی نم 2 منفی نم 3. خب همین قسمی برای دیو یا دیواید میگیم مساوی میشه به، خب
ای ما همه از اعداد با هم دیگر تقسیم کرده نمیتونیم ببینیم که مجموع خب حاصل جمع تفریق ضرب و تقسیم آن را. خب میشه که این کار را کنیم که دو تا از اینا را با هم دیگر جمع کنیم تقسیم یک از اینا کنیم که مثلا یا مجموع از اینا را تقسیمی چی کنیم؟ تقسیمی بگیریم که 8 را تقسیم کو بر یا دو تا از اینا را جمع میکنیم نمی 1 جمع نمی 2 صحیح؟ تقسیمی مثلا یا یک میشه که همه ایشان هم تقسیم کنیم تقسیمی نمی 3 در بعدی دیواید وقتی ما کار کردیم میایم روی ضرب یا ملتیپلیکشن ملت مساوی میشه به نمی 1 ضربی نمی 2 ضربی نمی 3 صحیح؟ ما شما حاصل ضرب هر کدام از اینا را پیدا کردیم. خب اد هست، سابتراکشن هست، دیواید هست و همچنان ملتیپلیکشن هم هست. الان بیاییم هر کدام از اینا را به اوتپوت نشان میدیم. میگیم سی اوت، صحیح؟ میگیم که the sum of all numbers are صحیح؟ خب چی را نشان میدیم؟ sum یا add. بعدیش سی اوت باز هم the sum of all numbers ایره هم با شما در قسمت نشان میتیم و ایره نشان میتیم که the sum نه the subtraction of all numbers are چی؟ sub. خب باز هم سی اوت میتیم میگیم سی اوت the ام دفعه چون divide هست the div of first number to first number first and second number to third number is this much more div نشان میدیم. خب باز هم سی اوت میکنیم و همچنان ده میگیم که در ملتیپلیکشن of all numbers چی؟ ملت. تمام از اینا رو ما شما نوشته کردیم. اگر ایروری در پروگرام نباشه ای رن میشه و از ما شما سه نمبر رو میخواین. نمبر اول که خواست ما میگیم 9، نمبر دوم که خواست میگیم 8، نمبر سوم که خواست میگیم 6. سه نمبر ما بر ازی دادیم. سم مجموع تمام از اینا شده 23 و حاصل تفریق از اینا شده منفی 5 و حاصل تقسیم از اینا شده 2 و همچنان حاصل ضرب از اینا شده 432. خب ای بود از پروگرامی که ما شما در قسمت سی این و سی اوت و اینا کار کردیم. شما میتونین که دیتا تایپ های دیگه را هم در پروگرام های خود استفاده کنیم. دیتا تایپی که برای کاراکتر داریم 4 هست، ما برش مثلا سی اچ نام میگیم مساوی میشه به ایره داخل سینگل کوتیشن ذخیره میکنیم مثلا سی سایز. و دیتا تایپ دیگه ای که برای استرینگ داریم استرینگ هست، البته استرینگ با اسی خورد هست، مساوی میشه به ایره دا داخل دبل کوتیشن برش قیمت میدیم مثلا میگیم که احمد. الان اگر ما ایره بخوایم در آوتپوت بدیم میگیم که سی اوت سایز میگیم که the grade of مثلا بگیم گرید احمد سایز نام استری رو میمونیم سایز. بعد هم میگیم که از فرض کنیم که ای یک کاراکتر هست مثلا ای گرید نشان میده گرید ما شما نام زیر مثلا جی آر میمونیم که نمره ازی خیلی بالا بوده و گرید ازی هم چند است ای هست ما شما ای را جی آر ازی رو نشان میده. ببینین در این قسمت ما شما خب ای دبل کوتیشن در اینجا باید بسته شوه استرینگ است. خب مشکل نداره رن خواهد شما مگه the grade of احمد is A
ببینین ما یک استرینگ هم دیتا را در اینجا پرینت دادیم و همچنان یک کاراکتر را هم در اینجا پرینت دادیم. تشکر.